Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı vel mürselin. Nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dersi evvel, Sure-i Fatiha ve Sure-i Hır. Amıhtani Sure-i Fatiha ve an Sure-i Kutahı ki imkan dorad az Sure-i Zalzala ta Sure-i Nas, az ruhi telqin ve dürüst kardani kiraat ve az ruhi hifz kunandan ve şerhu bayani an, çize ki fahmandani an vacib meboşad. Şahiste az ki hifz kardaş شود همچنان که حالی سلف بود هر روز ده آیت با خواندن شرح آن از تفسیر مختصر مانند تفسیر ابن سعدی رحمه الله و از الله برای بر آن عمل کردن یاری طلب نمودن طالب علم از کدام تفسیر شروع میکند طالب علم را نصیحت کرده میشود که از تفسیر کریم رحمان فی تفسیر کلام المنان شیخ عبدالرحمن ابن ناصر سعدی الله او را رحمت و مغفرت کند شروع نماید برای چی؟ یکم برای آنکه برای نصیحت عالمان و به آن اهتمام دادنشان دوم زیرا آن مختصر است پس مناسب است که آن را ابتدا کننده بخواند سوم زیرا جمله های آن آسان و واضح است که در آن پوشیدگی نیست چهارم زیرا آن به اجازت الله بر عمل کردن به قرآن یاری میرساند پنجم زیرا مؤلف رحمه الله در توحید اهمیت داده است احکام مردم با همراهی قرآن چیست در برابر قرآن احکام مردم با همراهی قرآن چیست مردم در برابر قرآن با دو طرف و میانه تقسیم می شوند یکم کوتاه کننده قسمی که قرآن را ترک می کند و ترک آن به طریق قرائت حفظ نکردن به اندیشه خواندن عمل نکردن و آن معالجه نکردن دوم زیاده روی قسمی که قرآن را می خواند و حفظ می کند به اندیشیدن و به عمل کردن سوم میانه روی قسمی که بر قرائت و حفظ آن مداومت و اندیشه میکند و از الله برای آن عمل کردن یاری میپرسد و این حال سلف صالح و پیروان آنها میباشد الله تعالی میفرماید و رسول گفت ای پروردگار البته قوم من این قرآن را ترک کردند سوره فرقان آیه 30 و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر آینه از نسل این قوم میبراید که قرآن را میخوانند از حلقشان نمیگذرد مسلمانان را میکشند از دین اسلام خارج میشوند همان گونه که تیر از زده شده خارج میشود هر آینه اگر من آنها را دریابم آنها را مانند کشتنی قوم عاد میکشم